در دوره های آموزشی قبلی با برنامه های مبتنی بر ویندوز آشنا شدیم و نحوه عمل کرده اونها رو مشاهده کردیم. در این برنامه ها بیشتر پردازش مربوط به برنامه توسط کامپیوتر کاربری انجام می شد که برنامه را اجرا کرده و بجز برنامه هایی که در چند فصل اخیر ایجاد کردیم، بیشتر این برنامه ها به صورت مستقل عمل می کردن و در طول زمان اجرا به برنامه یا سرور دیگری نیاز نداشتند. اما در برنامه نویسی مبتنی بر وب شرایط کاملا تفاوت داره. در اینو برنامه نویسی بیشتر پردازش توسط سرور انجام میشه و سپس نتیجه به کامپیوتر کاربر یا کلاینت برمیگرده و در مرورگر کاربر مثل اینترنت اکسپلورر نمایش داده میشه. زمانی که یک برنامه تحت وب ایجاد میکنید، نیازی نیست که چیزی رو به کاربرای اون برنامه بدید تا در سیستم خودشون نصب کنن و به واسطه اون بتونن از برنامه شما استفاده کنن، بلکه فقط کافیه که این برنامه رو روی یک سرور در شبکه وب نصب کنید. سپس هر فردی که بتونه به این سرور وب شما وصل بشه و همچنین در کامپیوتر خودش یک مرورگر وب داشته باشه، به عنوان یکی از کاربران برنامه شما محسوب میشه و میتونه از اون برنامه استفاده کنه. برای مثال یک موتور جستجو در اینترنت میتونه نمونه یک برنامه اینترنتی باشه. برای استفاده از این برنامه نیازی نیست که چیزی رو در کامپیوتر خودتون نصب کنید، بلکه کافیه فقط به شبکه اینترنت وصل باشید و بتونید صفحات مربوط به اون موتور جستجوگر رو در مرورگر خودتون مشاهده کنید. به این ترتیب شما هم یکی از کاربرای اون برنامه اینترنتی و یا به عبارت ساده اون برنامه تحت وب محسوب میشید. همونطور که در این مثال هم مشخصه، در این نوع برنامه ها بیشتر پردازش در کامپیوتر سرور انجام میشه و سپس نتیجه اون به کامپیوتر کلاینت فرستاده میشه. در این نوع برنامه ها اجباری نیست که تمام پردازش در سرور انجام بشه و میتونیم مقداری رو هم در کامپیوتر کلاینت انجام بدیم. البته در این شرایط باید حجم پردازشی که به سمت کلاینت فرستاده میشه رو هم در نظر بگیریم، چون در این نوع برنامه ها افراد یا کاربرای برنامه از کامپیوترها و سیستم های گوناگونی برای دسترسی به برنامه استفاده می کنن. بنابراین اگر بخوایم حجم زیادی از کارهای برنامه رو به وسیله کامپیوتر کاربر انجام بدیم، ممکنه بعضی از کاربرا در استفاده از برنامه دچار مشکل بشن. این مورد یکی از تفاوت های اصلی بین برنامه های مبتنی بر ویندوز و برنامه های مبتنی بر وب. خب بهتره مقداری با تفاوت‌های این دو نوع برنامه در ویژوال استودیو دات نت 2005 آشنا بشیم. هنگامی که از برنامه‌های مبتنی بر ویندوز صحبت می‌کنیم، معمولاً یک برنامه کامپایل شده در اختیار داریم که فایل اون باید در اختیار کاربرای برنامه قرار بگیره تا آنها بتونن بعد از نصب برنامه در کامپیوتر خودشون از اون استفاده کنن. بر حسب نوع برنامه ممکنه لازم باشه که یک یا چند فایل DLL و یا فایل .exe دیگه هم همراه با برنامه توزیع بشه تا افراد بتونن از برنامه استفاده کنن. در برنامه های مبتنی بر وب نیازی نیست که هیچ فایل اجرایی و یا کتابخانه کلاسی بین کاربرای اون برنامه توزیع بشه. کاربرا کافیه که بعد از اتصال به اینترنت مرورگر خودشون رو باز کنن و آدرس وبسایتی که برنامه در اون قرار داره رو وارد کنن. سروری که این برنامه تحت وب روی اون قرار داده شده مسئولیت داره که تمام منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه را در اختیار اون کاربر قرار بده. به این ترتیب مرورگر کاربر فقط وسیله‌ایه که فرد به وسیله اون میتونه بین صفحات برنامه جابجا بشه و همچنین نتایجی که از سرور برنامه دریافت میشه رو مشاهده کنه. همچنین در این نوع برنامه ها تمام کد مربوط به اجرای برنامه در یک واحد متمرکز قرار میگیره، کامپیوتر سروری که برنامه در اون قرار داره. بنابراین میتونیم در صورت لزوم هر تغییری که مد نظر داشته باشیم رو در کد موجود در این کامپیوتر اعمال کنیم. به این ترتیب مرتبه بعدی که کاربر برای استفاده از برنامه به این سرور میاد از کد جدید استفاده میکنه.